مسئولان امارت اسلامی میگویند که حفاظت از محیط زیست در اسلام تأکید شده و هر شخص مکلف است که آن را رعایت نماید. به باور مسئولان امارت اسلامی افغانستان در آلوده سازی محیط زیست کمترین نقش را داشته، اما بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده است. مسئولان امارت اسلامی در ورکشاپی برای ریاست‌های ولایتی میگویند مردم افغانستان از نگاه آلودگی محیط زیستی رنج میبرند. زین العابدین عابد رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت این ورکشاپ به خاطر آگاهی مسئولان ولایتی می باشد که در زمینه حفاظت از محیط زیست تلاش نمایند. بلار قسم بیان پر نلوالو باندې مردا جغدی چنی پا یا محیط زیست دا په سیاست پر متړی دا یو داسی کار یا داسی او فعالیت دی چې په دې کې د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو د ټولو زندگی او ژوند رانغښتی دی. در همین حال لطیف الرحمن منصور معین وزارت حج و اوقاف امارت اسلامی گفت دین اسلام در بخش حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و به گفته ای وی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که هر شخص یک نهال برای محیط ذره نماید صدقه جاریه را انجام داده است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی الطهور شطر الایمان، پاکی پسوشی که پاکی خالص دی منزل پارا پاکی نگوری، دی کور پاکی، دی مملکت و وطن پاکی، دی ظاهر پاکی، دی باطن پاکی، دی کسافات و نپاکی، دی لوگی و نپاکی، دی دڑ و نپاکی، دی بدبوی و نپاکی، شطر الایمان دانی ما ایمان دا. از سوی هم عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت برگزاری چنین برنامه ها برای رفع چالش های محیط زیستی اقدام نیک است. آقای صدیقی گفت در حال حاضر کابل با مشکلات بسیار جدی آلودگی هوا دچار است که در فصل سرما این آلودگی به حد اعظمی میرسد. ما همیال در شهر کابل چالش بزرگی را که داریم آلودگی هوا است که در فصل زمستان، در سه ماه زمستان فوق‌العاده سطحش و میزان آلودگی هوا بلند میره. این در حال است که چند پیش کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر با حضور بیش از 90 تن از سران دولت و نمایندگان 190 کشور با حدود 35,000 اعضای گروه های بین‌المللی و نمایندگان آنها، اما بدون حضور نماینده امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید. هدف نهایی کنفرانس کاوی 27/2022 مورد مناقشه است. کشورهای ثروتمند بر روی راههایی برای کمک به کشورهای در حال توسعه تمرکز خواهند کرد تا سوخت‌های فسیلی را به تجدید کنار بگذارند و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بروند. مصطفی شهریار، کابل.